شما بخواین نخواین هم خون هستین. برادر بودن یعنی یکی بودن. یادتون نره که شما هم خون هستین. قلباتون با هم یکی. شما برادرید. برید ببینید اونجا چه خبره. ببینم چی پیدا کردی؟ چیزه به درد بخوری نیست فرمانده، فقط اسباب بازی هن.
خیلی خواب پاشید بریم. سرگی لعنتی، سرگی مگه نمیشنوی؟ ببین کی اینجاست؟ الینا اومده. سلام پدر بزرگ. امروز حالت چطوره؟ الینا کیفم تو کموده، برام بیارش لطفاً. توی همون کموده بیارش لطفاً. بیا بگیر، نوبت توه. ببین خیلی پایین نشونه میگیری، بگیر بالاتر دیگه. مگه داداش بهت نگفته بود؟ نکنه فکر کردی اون موقع بالاتر میره. نباید انقدر پایین نشونه بگیری، باید نشونه تو بالا بگیری. داداش اینا رو گفت، انقدر ترسو نباش. من از چیزی نمیترسم، حرف علکی. آره معلومه. یوسف، مهمت، بیاین بچه. از جبهه بیام قشنگترشو براتون میسازم. الینا اینا رو دست تو امانت میدم. تنها کسی که میتونه ارزش اینا رو بدونه فقط تویی.
شاید تو بتونی یه روزی به جایی که تعلق داره برسونیشون. پدر بزرگ. Очі чорні, очі жгучі, очі страсні і прекрасні, як люблю я вас, як боюсь я вас, знать увидел вас, я не добрий الینا، الینا، به تو هم استاد گفته بیای؟ آره، ولی چرا اینقدر با عجله گفت بیای؟ نمیدونم، معلوم میشه. صبح خیر. صبح خیر بچه. صبح خیر. هنوزم نتونستی ازش سر در بیاری؟ نه بابا، عثمانی خیلی سخته. صبحتون بخیر بچه ها. صبح خیر استاد. صبحتون بخیر استاد. صبح خیر استاد. کنجکاوین بدونین چرا صبح به این زودی خواستمتون بیای نه؟ یه خبر هیجان انگیز دارم براتون بچه ها. دارم از جلسه میام، مسئولین یه چیزی از ما میخوان. اونا میخوان درباره ساریکامیش تحقیقات جدیدی کنیم، یکی از قهرمانانه ترین و غم‌انگیز ترین اتفاقات تاریخ این کشور که باید بگم این ماجرا در دنیا کم نظیره و باعث افتخار همه ای ماست. تاریخ دانان آینده، چرا اینقدر بیزوق هستین؟ دارم میگم ساریکامیش. مسئولینم قول همه جور حمایتی به ما دادن، هم مادی و هم معنوی. ولی راجع به ساریکامیش قبلا حسابی تحقیق شده. از تاریخ رسمی که صحبت نمی کنم پسر جون. ما اونجا 9000 تا شهید دادیم، حداقل 9000 تا داستان مختلف هم هست. از ما خواستن داستانای این قهرمانا رو پیدا کنیم و به مردم کشورمون معرفیشون کنیم. استاد. بله الینا. پدر بزرگ من یکی از عکاسای ارتش بود تو ساریکامیش. یادتون نمیاد؟ بهتون گفته بوده. آره 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 آره، خوب یادم میاد. داستان دوتا برادر. آره آره، یوسف و مهمون. آره همینه، مثل همین داستانا. فردا حتما اونا رو با خودت بیاری دخترم، و هر کی موفق بشه ترفی میگیره و سرگروه میشه و رهبری یک گروه عهده‌دار میشه. از همه شما داستانای خوبی میخوام. برای این کار به نظرم باید از خانواده شهدای ساریکامی شروع کنید. موفق باشید بچه ها.
میشه جاست. احمد چرا نمیخوری پسرم؟ میخورم بابا. داداشم کی میاد بابا؟ نمیدونم. امروز نامه ها اومد، اگه از داداشم اومده باشه چی؟ نه اومده. آخرین بار کی نامه نوشته؟ 3 ماهی میشه. خیلی گذشته، چرا نامه نمیده؟ بابا اگه داداشم چیزیش شده باشه؟ 100 بار بهتون نگفتم سر سفره صحبت نکنین؟ گوش نمیکنین که. غذاتونو بخورین دیگه، حالا نوش جونتون بخورین دیگه. چی شده بابا؟ یوسف، مهمت، بلند شید. یالا سری بلند شید. برین هرچی خیرت و پرت دارین، کفشا و وسایلتون رو جمع کنین و بندازین توی صندوق. بعدم بخشی که آماده کردن بردارین و بیاین. گروهک ها اومده. سوال نپرس، کاری که گفتم و انجام بده. زود باش. خروس خون حرکت میکنی. بچه ها زود باشین بیدار شین. سری داداش بگیر، سری باشین. گوش کنین چی میگم. شما برین الاغو بیارین. الو جانم داداش. آره آره مشکلی نیست. خیلی خوب میبینمت. آره آره مطمئنن، حتما میاییم. ازتون متشکرم. بله ما درباره این موضوع تحقیقات جدیدی شروع کردیم. نه 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 معلومه، اصلا دیر نمی کنی. مطمئن باشید، چون این برای ما اتفاق خیلی خاص و مهمیه. باشه، خیلی خیلی ممنونم از شما. متشکرم، متشکر از شما، ممنونم. چی شده استاد؟ خیلی هیجان زده. دیروز بعد جلسه ای که داشتیم به همه درباره ساریکامیش ایمیل زدم. یکی از دوستای قدیمیم زنگ زد به هم اطلاع داد امروز بعضی از آثار باقی مونده از ساریکامیش رو به مزایده گذاشتن. باید هرچه زودتر خودمونو به اونجا برسونیم. خبر خوبیه. آره نباید دیر کنی. بده به من، زود باش بده من. چیز با ارزشی آوردی. خیلی ممنون دخترم، خیلی ممنون. خب اونا
از نزول خورا فرار کردن. در واقع نزول خورا باباشونو کشتن و اونا از خونه فرار کردن. بعدش هم رفتن جبهه. تو دفترچه‌شون هم از یه دختر صحبت میکنن به اسم سحر. مهمت سحر رو خیلی دوست داشته. موقع رفتن از خونه یه سری وسایل براش میذاره. ممو چه خبر پسر؟ زود باش زود باش، باید بریم. هی محمد اینقدر لفتش نده، زود باش. ای داداش کمال الدین تویی؟ آره داداش. اینجا به کاراگوندوز راه داره؟ آره. حتما شنیدی که کاراگوندوز دیگه مال ماست، همه چیزش مال ماست، فهمیدی؟ والا غیر از من کسی اینجا نیست، منم هیچ کسو ندارم. همه ی اسبا رو میبریم، حتی یه دونه هم نباید اینجا بریم. ما یه عالم اسب به سربازا دادیم، اونا هم که داخلن دیگه فروشی نیستن. ما که نگفتیم میخریم، مال خودمونه. به هر حال حرفم همون بود که گفتم. تو رئیسشونی؟ مطمئنن اسم منو شنیدی. تو هم حتما اسم منو شنیدی و مطمئنن میدونی با کسایی که رومون اسلحه میکشن چی کار میکنی. اسمتو زیاد شنیدم کمال الدین، خوب میدونم چه آدم ترسناک و بیرحمی هستی. مردم اینجا حسابی قبولت داشتن و یه جورایی تو محافظ شهرشون بودی، ولی اینجا دیگه هیچ آدمی پیدا نمیشه که پشتت باشه. تنها موندی، دیگه کسی قرار نیست کمکت کنه. قبلا پشت سر من آدمای زیادی بودن، ولی همراه تو هر جونوری میبینم الا آدمی زاد. اسبا اینجان رئیس. اونا مال منن، اسبا مال منن، خونم مال منه. اسبا رو بردارین، زود از اینجا میریم. کسی پیشنهاد دیگه ای نداره؟ فروخته شد. این همون چیزیه که تو دفترچه بهش اشاره شد. اثر بعدی که خواهید دید برای سال 1900. این اثر برای دوتا جوونه که اون زمان راهی جبهه میشن. همسایه یکی از اون دوتا پسر بچه که خودش یه دختر بچه کوچیک بوده، این رو تا الان که یه خانم مسن شده نگه داشته. و در ضمن نوه اون خانم زیبا این اثر رو برای ما آوردن. خب برای این اثر از 20,000 تا شروع میکنیم. 20,000 تا؟ 20,000 تا؟ 20,000 تا؟ خیلی خوب، این آقا خریدارن، کسی بیشتر میخواد؟ 25,000 تا. 25,000 تا. کسی بیشترش میکنه؟ 25,000. 1. 25,000. 2. 26,000 تا. 26,000. کسی بیشترش میکنه؟ 26,000. 1. 26,000. 2. 26,000. 27,000. 27,000. کسی از پیشنهاد بیشتری داشته باشه؟ 27,000. 1. 27,000. 29,000 تا. 29,000. کسی میخواد بیشترش کنه؟ 29,000. 1. 29,000. 2. 30,000 تا. بله این آقا گفتن 30,000 تا. کسی بیشتر میخواد؟ 30,001. 30,002. 40,000 تا. بله ایشون 40,000 تا میدن. استاد عجب پیشنهادی. کسی پیشنهاد دیگه ای نداره؟ یهو خیلی زیاد شد، پرداخت این پول از عهده من خارجه. خیله خوب پس میشماریم. 40,001. 40,002. 40,000. 41,000 تا. 41,000 تا برای اون آقا. عجب پیشنهادی. واقعا نشه این اثر بیشتر از این حرفاست. آیا کسی نیست بخواد پیشنهاد بیشتری بده؟ 41,000. 1. 41,000. 60,000 تا. 60,000 تا. بله 60,000 تا. این آقا حاضر شدن برای این اثر تاریخی و ارزشمند 60,000 تا بدن. کسی پیشنهاد بالاتری نداره؟ خیلی بد شد. خیلی خوب شروع میکنیم. 60,001. 60,002. 60,003. کسی پیشنهاد دیگه ای نداره؟ فروخته شد. افتضاحه. خیلی بد شد. از دستمون
بیرون رفت. فرصت خیلی خوبی رو از دست دادیم. من بیخیال نمیشم. میخوای از کسی که برنده شده بگیریش؟ حداقل شانسمو امتحان میکنم. چیزایی که دارمو نشون میدم، شاید به درد بخوره. اوه، این شدنی نیست. اینا همه کلکسیونرن. این همه پول داده، از دستش نمیده. بیا ببرمت خونه. نه، امروز باید برم ایوب سلطان، فراموش کردم. آره، اصلا کلا فراموش کرده بودم. خسته نباشی. خیلی حیف شد. سلام. بفرما. پولتو گرفتی؟ متوجه نشدم. صندوقو فروختی؟ پولتو کامل گرفتی؟ خب صندوقتو میگم. به تو چه آبجی؟ مگه فضولی؟ ای خدا، مگه تو نوش نیستی؟ ناراحت نیستی داری خاطرات مادر بزرگتو به خاطر پول میفروشی؟ منو ببین خانم توریست. توریست؟ آه، من توریست نیستم، تاریخ دانم. باشه خانم تاریخ دان، ببین داخل این چیه؟ چی هست؟ حدس بزن دیگه، تو که همه چیو میدونی. پول، کلید، طلا، نقره، سند، چک، چیه؟ یه پارچه تاریخی. شاید حداقل اونو به خاطر مادر بزرگت نگه داشتی. ببین، هیچی نیست. دیگه هم درباره چیزی که نمیدونی داخلش چیه لطفاً حرف نزن. اما تو خاطراتتو فروختی. من خاطراتمو نفروختم. فروختی. منو ببین، تو هم یه مادر بزرگ 100 ساله داشتی که مریض بود، واسه زنده بودنش هر کاری میکردی، چون خاطره اصلی اونه. معذرت میخوام، خبر نداشتم هنوز زنده است. نیازی به معذرت خواهی نیست. ببین، میخوام اینو بدونم، اگه اون آدم نمیخریدش، تو توانایی خریدنشو داشتی؟ خانم توریست یا تاریخ دان، نمیشه کنار گود بشینی و بگی لنگش کن. روستای کارگندوز، یوسف و مهمت. تو از کجا خبر داری؟ اسم مادر بزرگتم سحره. چطور ممکنه؟ آره، سحره. داداش یوسف، داریم کجا میریم؟ میخواییم بریم جبهه داداشم، هممون داریم میریم جبهه. میریم پیش داداشم. آره، میریم پیشش. تو هم میخوایی باهاشون بریم؟ آره، میرم پیش داداشم. بیا بریم داداش. Bunde tu mantır mahlete lüm yok. Bunde figandır şu Yemen elleri. Ne de yamandır. Ano سرم. یه چیزی میخوردی؟ نونه گرم بیارم؟ غذا خوردی مادر، فقط برامون دعا کن. خدا یار و یاورتون باشه. برید از ناموس و شرف و خاک و وطنتون و پرچمتون محافظت کنید. خدا ایشالا حفظتون کنه مادر. یه صندوق تو خونمون گذاشتم، یه جایی قایمش کن تا برگردم. باشه.
مادر بزرگ، اونا کجا میرن؟ دارن میرن سربازی. اما اونا همشون دوستای منن. اونا دیگه بزرگ شدن و باید برن سربازی. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که براشون دعا کنیم. خدا پشت و پناهشون باشه الهی، نگهدارشون باشه مادر الهی، به سلامت برن و برگردن. اونم خانواده هاشون چشم به راهشونه. سرنوشتمون مثل اوناست؟ خدا هیچ کس و علکی سر راه کس دیگه قرار نمیده. هر چیزی یه حکمتی داره. حالا که اینطوره پس تو هم باید بهم کمک کنی. کمک؟ چه کمکی؟ صندوقو باید با همدیگه از اون آدمو پس بگیر. ببین خانم تاریختان، من کار دارم. مادر بزرگم مریضه و چش به راهه، منتظر منه. من نمیتونم بمونم. اما ما مجبوریم این کارو بکنیم. یعنی چی مجبوریم؟ مجبوریم چیکار کنیم ها؟ چرا مجبوریم؟ چون خدا کسی رو علکی سر راه کس دیگه قرار نمیده. هرچی تقدیرمون باشه همون میشه. داره میره، زود باش، بیا تاکسی. بفرمایید. روزتون بخیر آقا. ما برای صندوق شما اومدیم. میدونیم مال شماست ولی لازمش داریم. متوجه منظورتون نمیشم خانم. داخلش یه داستان مهمه، باید واسهتون تعریف کنیم. به خاطر اون لازمش داریم. ببخشید، مهمون دارین خانم. کی هست؟ میگن صاحبای صندوقن. نفهمیدم گفتی صاحبای صندوق؟ بله خانم، اینطوری خودشونو معرفی کردن. بگو بیان داخل. روزتون بخیر. روز بخیر. بفرمایید بشینین. روزتون بخیر. آقا صالح، لطفاً برای مهمونامون چایی بیاری. نه ممنون، ما حرفمونو بزنیم میریم. تعریف کنیم، میشنوم. خب تعریف کن. صاحب اصلی صندوق کیه؟ هر دومون. یعنی چی؟ یعنی در اصل مال ایشونه. ما حرفمونو بزنیم میریم، وگرنه صندوق مال شماست، شما خریدینش.
حرف شماست خانم، فقط لطفاً حرفای ما رو گوش کنین. من اطلاعات جدیدی در مورد اون صندوق دارم. بگو دختر خانم، میشنوم. این خانم توریست یعنی تاریخ‌دان دنبال کشف راز این صندوقه. بله، در حقیقت زنی که صاحب این صندوقه زنده است و الان 100 سالشه. واقعاً؟ آره، مادر بزرگ منه. مریضه کمی. چون مریض بود من هر چی داشتم فروختم و خرج درمانش کردم. مجبور شدم این صندوقم بفروشم. مادر بزرگم خیلی ناراحت شد، اما کارش نمیشد کرد. میشه صندوق پیش شما بمونه و فقط وسایل توی صندوق رو به ما بدین؟ هر وقت مادر بزرگم فوت کرد قسم میخورم که صندوق رو پس میدم. البته مرگ و زندگی دست خداست. نمیدونم کی زودتر فوت میکنه، شاید یه دقیقه صبر کنین. صندوق دو تا بچه است که مجبور شدن برن جبهه. یکیشون عاشق سحر بوده، سحرم عاشق اون. وقتی میخواسته بره صندوقو میده به سحر. سحر مادر بزرگ منه. مهمت شهید میشه، بعد شهادتش مادر بزرگمو به یکی دیگه دادن. خب بعدا بچه دار میشه و کلی نوه داشته. راستش من نوه نوش هستم و یه جورایی همه یه کاراش من انجام میدم. یعنی راستش خب میدونید اون دوتا نمیتونستن هیچ وقت از هم جدا باشن، ولی مجبور شدن. حالا هم که صندوق دست شماست. نمیدونستم این صندوق همچین داستانی داره. باش، صندوق مال شماست، میتونین ببرین. جدی میگید؟ واقعا؟ این داستان شوخی بردار نیست. واقعا ممنونم. سلام منم برسونین. بگیم کی سلام رسوند؟ بگین نوه یکی از فرماندهای ساریکامیش سلام رسوند. این پول شماست. میدونم البته یه مقدار کمه، اما پیشت بمونه. نه، نمیتونم اینو قبولش کنم. خواهش میکنم مادر بزرگ تو باهاش درمان کن. اگه اونجا درمان نشد بیارش اینجا پیش من. خدا ازتون راضی باشه. خدا فقط و فقط از کسایی مثل مهمت که بدون ترس وارد این راه شدن راضی و خوشنوده. به این معتقدم. میدونی چیه؟ اون خانم واقعا آدم خیلی خوبی بود. میدونی خیلی کنجکاو شدم داستان اونم بدونم، اما اول باید سر از ماجرای تو در بیارم. از تو ممنونم. یعنی اگه بهم کمک نمی کردی نمیتونستم بگیرمش. من از تو به مادر بزرگم میگم یه خانم توریست کمکم کرد. میگم تو نمازاش حتما برات دعا کنه.
به خدا علکی نمیگم، میگم دعا کنه برات. نه اینطوری نمیشه. چطوری نمیشه؟ اینکه تنهایی بری، منم باهات میام. یعنی چی؟ میام. الان داری جدی میگی؟ آره. مادر بزرگتو میبینم، با اونم حرف میزنم. خیلی خوب، بیا. میتونی بیا، چرا که نه؟ مهمون رو سر ما جا داره. بیا، ولی حرف نمیتونی بزنی. هیچی. حتی یک کلمه. جوابی هم نمیگیری. چرا؟ حرف نمیزنه؟ مادر بزرگ من لاله. یعنی چی؟ چی میگی؟ همون پسره که خودت میدونی کیه، محمد. وقتی که شهید میشه مادر بزرگم قسم میخوره که حرف نزنه و همه عمرش ساکت باشه، همین. باشه، اما من میخوام یه چیز عجیب بهش نشون بدم. چی میخوای بهش نشون بدی ها؟ خب بده من ببرم بهش نشون بدم تا خوشحال بشه. بی خود این همه را هم لازم نیست بیای. قطار ساعت چنده؟ ها؟ چی میخندی؟ هیچی، با کسی که اصلا نمیشناسمش دارم میرم جایی که نمیدونم کجاست. خنده دار نیست؟ نره، خنده داره. ما هنوز حتی اسم همم نمیدونیم. اسم من اسکره. اسکر؟ یعنی چی؟ خب اسکره دیگه. شهر ما رسم بر اینه که اونجا وقتی یه بچه جدید به دنیا میاد اسمش یا اسکر میشه، یعنی سرباز، یا محمد که به خاطر ساریکا میشه. آها، متوجه شدم. خب چی؟ چرا خودتو معرفی نمی کنی؟ ها، الینا. الینا پدر بزرگم گذاشته. اسم قشنگی. خیلی خوب تعریف کن. چیو؟ خب کی هستی؟ اهل کجایی؟ آخه تو همه چیه منو میدونی، ولی من فقط اسمتو میدونم. خب راستش پدر بزرگ من وقتی جوون بود تو ساریکامیش عکاس ارتش بوده. اون عکاس بوده؟ آره، تو ارتش روسا. با محمد و یوسف آشنا شده بود، ازشون عکس گرفته بود و خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود. اون وسایلشون رو مخفی کرده بود. حلالش باشه، واقعا جدی میگم. میشه عکس رو ببینم؟ بسم الله. به خدا مادر بزرگم این عکس رو ببینه نمیدونم چی میشه. این جوونی مادر بزرگته؟ به خدا نمیدونم، آخه من جوونیشو ندیدم. من مطمئنم خودشه. نگاه کن، نوشته محمده. خیلی دلتنگ سحر شدم. روزای سختی تو جبهه داریم و من با فکر کردن به سحر آرامش میگیرم. کاش زودتر ببینمش. تو بلدی خط قدیمی رو بخونی؟
آره، روی تاریخ ترکی تحقیق میکنم، برای اون لازمه. سخته ولی یاد میگیرم. وای وای مادر بزرگم، چقدر قشنگ بوده. بگذاریم، تو ادامه بده، بگو بقیه‌اش چی نوشته. تازه شب شده بود، ما اول راه بودیم، انگار قرار بود خورشید طلوع کنه. آسمون گرگ و میش بود، اما فهمیدم این به خاطر سردی هوا بوده. سرما چیز خیلی بدیه، کسی دوستش نداره. سرما تمام تنمو گرفته، باد به صورتم میخوره، صورتم درد میکنه. باید راه بریم، اگه راه بریم سردمون نمیشه. آتیش فقط برای مشخص کردن راه روبرومونه. خیلی سرده، اینقدر سرده کممو سردش شده بود. سردته ممو؟ تو هم صورتت بی‌حسه؟ حسابی هم خسته ای. اشکال نداره رفیق، حال منم مثل خودته، چون که خیلی راه اومدیم. اما وقتی برسیم خستگیم در میره، چون که قراره داداشمو ببینم. علکی نمیگم ممو، علکی نمیگم، باور کن. خیلی دلم براش تنگ شده. میدونی چند وقت ندیدمش؟ دلم واسه یه ذره شده. آه، پات یخ زده. برسیم جبهه واسه تو هم جوراب میگیرم، قول میدم. واقعا هوا خیلی سرده. آره خیلی سرده. آره برادرها، خیلی هوا سرده، حسابی یخ کردیم. اسم من عارفه. من مهمتم. منم یوسفم. خیلی داریم یواش یواش راه میریم. اگه هوا سرد نبود میدویدیم. میدویدی؟ آره خب، من اصلا هوای سرد و برفی و دوست ندارم بچه ها، همه جوره اذیتم میکنه. خب منم دوست ندارم. منم همینطور، ممو هم دوست نداره. کیه که دوست داشته باشه؟ گفتن یه روستایی اینجا هست که استراحت میکنیم، اگه پیدا نشه معلوم نیست چی سرمون میاد. خدا به هممون رحم کنه. اون روستا رو گرفتن، خدا کنه گیرشون نیفتیم. منو نمیتونن بگیرن، یه بار از دستشون فرار میکردم، به گرد پامم نرسیدم. چطوری فرار میکردی؟ من پاهای خیلی فرزی دارم، یه طوری با سرعت دویدم که هیچ کس حریفم نبود، هیچ کس نمیتونست منو بگیره. تو مسابقات دو همیشه اولم. تا صبح را رفتیم، خسته شده بودیم، طاقت نداشتیم، پاهامون بی‌حس شده بود، خیلی تا جبهه مونده بود. آخر سرم احمد طاقت نیاورد و از تپه سر خورد پایین. شکسته بود. تو سرما وقتی جایی بشکنه بیشتر درد میگیره. اینو خوب میدونم، چون خون به قسمت شکسته شده هجوم میبره برای خوب شدن. خون آدم کم میشه، بدن رفته رفته سردتر و سردتر میشه. وارد یه روستا شدیم که به احمد بتونیم کمک کنیم. ورودی یه روستا از یه کلبه یه صدایی اومد. خیلی ترسیدیم. بس.
کی اونجاست؟ دارم صدا تو میشنوم. کی هستی؟ بهتره بریم، شاید دورگرد باشه. شایدم روس باشه. به نظرم عصبانیشون نکنی. بیاین بریم بچه ها. بابا میگفت این اطراف گول بیابونی هم داره، تو رو خدا بیدارش نکنیم، دخل هممونو میاره. همچین چیزی وجود نداره. گول بیابونی؟ گول نیستم، معلمم، تنهام. گول بیابونی هم اینجا نیست، از من نترسیم. بیا بیرون، خودتو نشون بده. من صمد، پسر ناجیم، از روستا فرار کردم، جز نامه چیزی ندارم، نترسین. ما نمیترسیم معلم، داریم میریم جبهه، یه عالمه مهمات داریم. به نظرت ما شبیه ترسوها هستیم؟ نه، خیلی جسورین. ما یه معلم به اسم صمد رو پیدا کرده بودیم، اونم به ما ملحق شد. خدا این معلم رو جلوی راهمون گذاشته بود. صمد نذاشت ما بریم توی روستا، آخه روستا اشغال شده بود، مجبور بودیم به خاطر احمد به راهمون ادامه بدیم. همون اول که بهت گفتم معلم صمد، ما داریم میریم جبهه. ما مصمم بودیم که بریم جبهه. تو هم میخوای با ما بیای؟ شما چند نفرین؟ 30 نفر. جلوتر از شما هم یه سری سرباز بودن، اونا مهمات می بردن. صمدم زخمی بود و وضع خوبی نداشت. با این وضعیت حالا ما دیگه یه زخمی دیگه هم به جز احمد داشتیم. شب دوم کنار آتیشی که درست کردیم سعی داشتیم زخم معلم رو تمیز کنیم. اینقدر از روستا دور بودیم که نه مردم و نه دشمن هیچ کدوم نمیتونستن آتیش ما رو ببینن، پس خیالمون راحت بود. خیلی وقت تو راهیم؟ آره. بیا بگیرش. حالت خوبه معلم؟ خوبم، چیزه مهمی نیست. اگه اشکالی نداره بذار من یه نگاهی بندازم. زخمی شدی؟ چرا این بلا سرت اومده معلم؟ از روستا که فرار میکردم شد. باید حتما بخیه بشه. همینجوری نشینین، یکیتون بره وسایل داخل صندوق بیاره. چاوش، کی میخواد انجام بده؟ من که تو عمرم حتی یه دکمه هم ندوختم. خودم بخیش میکنم. پشت اون تپه ها حیوانای درنده زیادی هن، ولی نگران نباشید، نزدیک ما نمیشن، چون تعدادمون زیاده ازمون میترسن. بابا میگفت این اطراف گول بیابونی هم داره، میگن حیوانای درنده آدم میخورن،
اگه بیان چی؟ نزدیکه، آتیش نمیشن. از آتیش میترسن، اونا جلو نمیان. چرا میترسن؟ شما داستان چارتا بچه ای که از روستا نجات پیدا کردن رو شنیدین؟ همچین چیزی نه آقا معلم. این داستانو وقتی هم سن و سال شما بودم پدرم برام تعریف کرد. یکی بود یکی نبود. توی روستا یه پدر چهار تا بچه داشت. یه شبی میرسه که یه حیوان به روستا حمله میکنه. اون داخل روستا هم میره؟ آره که میره. تو تاریکی میاد مرغ و خروسا رو میخوره. اگرم چیزی پیدا نکنه میره سراغ بچه ها. بچه ها وقتی شنیدن فرار کردن، ولی یکی از بچه ها تیراندازه خوبی بود. یکیشون سری میدویده، یکی از بچه ها خیلی قوی بوده. اما بچه کوچیکه مثل بقیه نبوده. برادراش اونا مسخره میکردن، میگفتن ترسو. اونم همیشه از این که مثل داداشاش نبوده قصه میخورده. برادر اولی رو شب اول حیوونه میبره، شب دوم اونی که سری میدویده رو میبره، شب بعدی نوبت اونی رسید که قوی بوده. با هم درگیر میشن، ولی آخرش اونم میبره. شب آخر نوبت داداش کوچیکه است. با سه تا چوب میاد حیات پشتی خونه، میره یه گوشه میشینه و میگه بیا منو بگیر قول بیابونی. میره جلو و نزدیک میشه، میبینه پسر بچه وسطه یه عالم پیاز نشسته و بوی خیلی گندی میاد. از بوی پیاز بدش میاد، فرار میکنه. بعدش سه تا برادر دیگه فرار میکنن، یعنی بوی گند پیاز برادرها رو نجات میده. حیوان دیگه به اون روستا بر نگشت. اون داداش کوچولو قهرمان میشه. دیگه اونو هرگز مسخره نمیکنن، یعنی بچه ها. اون بچه‌ای که همیشه مسخرش میکردن و به ظاهر از برادرای دیگه‌اش خیلی خیلی ضعیف‌تر بود، یه چیزی داشت که به تمام توانایی برادرش میارزید و اونم هوش و ذکاوتش بود. هوش و ذکاوتش باعث شد که حتی اون حیوانم به زانو درد. قدرت عقل یه پیاز بوگندو رو به یه سلاح کارآمد تبدیل میکنه. آتیش که جای خود داره، فقط باید از عقلمون درست بهره بگیریم. از لحظه ای که با شما آشنا شدم و کنارتون این مسیر رو اومدم، متوجه شدم که هر کدوم از شما قهرمانه بزرگی هستین. داستان قشنگی بود. اینقدر طولانی بود که امکان نداشت احمد بتونه طاقت بیاره. خب کسی نمیخواست بمونه پیش احمد و از جبهه رفتن جا بمونه. اونجاست پایین کوه. چطوری خبر بفرستیم؟ یکی باید بره. کسی نمیخواد بره آقا معلم. مهمت تو دو تا تفنگ تو بگیر و برو. من نمیرم، جای من اینجاست پیش رفیقا. عارف پس تو برو. منم نمیرم، جای منم همینجاست. بین ما سرعت تو از همه بیشتره.
خب داداش جبه هم با آدم های سری نیاز داره. خب تو احمد و سری میرسونی یا میای دیگه؟ نمیرم محمد، گیر بی خود نده. بسه بچه ها بسه، فهمیدم کسی نمیخواد بره. من میرم آخو معلم. بین ماها علی داوطلب شد که احمدو با خودش ببره. نگران نباشین از واسش بعد. با ما نیومد اما اونم مثل ما قهرمان شد. این یه ماموریته. دوستتو نجات میدی و باعث افتخاری. سرتو پایین ننداز. این یه کار قهرمانانه است. علی فراموش نکن. به عقب نگاه نکن. پایین یه جای خوب برای کمپ زدن هست، میتونیم واسه شب بریم اونجا. من قبلا اونجا بودم، جای مطمئنیه. خوبه بریم همونجا. بازش کن سوختم. سیمیت گرفتی؟ آره اینا تازه است، مال امروزه. بگیرش. میواش خیلی تازه بود، چند تایی ازش گرفتم. عجب بوی خوبی داره. تو حالت خوبه؟ من نفهمیدم احمد خیلی مریض بوده، چرا کسی نمیخواست اونو به روستا ببره؟ خب همه میخواستن برن جبهه، اونجا براشون مهمتر بوده. میخواستن به سربازا کمک کنن و با دشمن بجنگن. تو ذهنشون فقط یه چیز بود، این که به شهادت برسن، برای این که برای یه مسلمون بالاترین مرتبه شهید شدنه. چرا منتظری؟ خب ادامه بده. شب سوم رسیدم به جبهه، ما تو کوها کنار آتیش بودیم. اونجا بود که صمد یه نامه از فرمانده مصطفی کمالو برای همه ما خوند. اون نامه همه ما رو قوی تر کرد. دیگه به هیچ چیزی جز دفاع از کشور و مقابله با دشمن فکر نمی کردیم. کیفت خیلی سنگینه، بده یکم من برات بیارم. ازت ممنونم، خودم میارمش. چیز مهمی داخلشه؟ آره همینطوره. خب مگه توش چیه؟ برادرم، درباره تمام چیزهای ضروری حرف زده بودیم.
شرایط کشور مشخصه. خدا میدونه تو این دوران تو یکی از کسایی هستی که خیلی به من امید میدی. کارهای تو مدرسه و ارزشی که برای علم قائل شدی یه نور امید برای من شد. اگه قرار موفق بشیم اینطوری موفق میشیم. صمد خسته نشو، مثل من به تو هم فشار میارن، میخوان تو رو هم زمین بزنن. ادامه بده، دووم بیار. فراموش نکن که پیروزی برای کسیه که به اون ایمان داره. موفقیت هم برای کسیه که از اول میگه موفق میشم. وطن نجات پیدا میکنه و مردم ما هم شاد میشن، چون فرزندان زیادی هستن که خودشونو برای سعادت کشور فدا میکنن. ما هم یه خانواده ایم، همدیگر رو تنها نمیذاریم و اشاره ما همیشه رو به یه نقطه است. جلوتر، همیشه رو به جلو. به تو و تمام اهل روستا سلام میکنم. فرمانده جبهه 16 مصطفی کمال. یه لحظه سب کن ببینم این نامه مصطفی کمال بوده؟ آره، اینطوری نوشته: تو هوای سرد بیدار شدن سخته، صورت آدم گزگز میکنه، از سرما نمیتونی دستشویی تو نگه داری. داداش یوسف زود بیدار شده بود و یه صدایی شنیده بود. وای چی کار میکنی با اون تفنگت؟ برات بزرگ نیست؟ اینجا چی کار میکنی؟ تو پسر کی هستی؟ پسر کمالالدینم، اسمم یوسفه. پس تو هم اونجا بودی؟ پدرت خوب فرار کردن و بهت یاد داده؟ بابام همه چیزو به همون یاد داده الا فرار کردن. این سرباز ترکو ببین، هنوز شلیک کردن رو یاد نگرفته. حق داری پسر، این به درد تو نمیخوره. هر کی با اسباب بازی خودش بازی میکنه. داداش صمد، مهمت برو به چاووش خبر بده. وایسین، نمیخواد برید، پیشم بمونین. این دفعه دیگه کاری از دستمون بر نمیاد. در کل اگه من اونجا پیدا نمی کردین زیاد دووم نمی آوردم. خوب شد منو پیدا کردین و نجاتم دادین. خیلی ممنونم که زندگی منو نجات دادین. بچه ها، ازش مراقبت کنین. خیلی خوب باشه.
شین بچه ها، بیدار شین. پس یوسف و مهمت کجان؟ نیستن داداش. یوسف؟ مهمت؟ معلم هم نیست. آقا معلم. آقا صمد. مهمت. یوسف. مهمت. یوسف. یوسف. مهمت. کجایین بچه ها؟ کجایین؟ یوسف. معلم صمد. یوسف. مهمت. کجا رفتین؟ یوسف. معلم یوسف رو به قیمت از دست دادن جون خودش نجات داد. خب پس باید وسایلی که همراهش بوده همینجا باشه. کیف خوب گشتی؟ توش چیزی نبود؟ نمیدونم، اون نامه رو ندارم. بگذاریم، بخون، شاید تو ادامه نامه نوشته باشه. ما مجبور بودیم، ما باید نامه صمد معلم شهید و فداکارمونو حتما به جبهه میرسوندیم. این تنها کاری بود که میتونستیم برای معلم قهرمانمون انجام بدیم. بعد از اینکه صمد رو دفن کردیم، دوباره به سمت جبهه حرکت کردیم تا خودمونو امانتیشو به جبهه برسونیم. میتونم یه سوال بپرسم؟ بپرس پسرم. حسن، پسر کمال الدین، یعنی برادر بزرگتر ما، همراه شما اومده بود به جبهه. اونم اینجاست؟ میتونیم ببینیمش؟ Build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. شهادتشون شده بود، اما من باید برمیگشتم چون که سحر منتظره. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت.
آهوی لندی گلو چمندی نیدن گلمیون عجب چاوش چی شده؟ چرا اینجوری شد؟ دیگه چشم جایی رو نمیبینه، آسمون تاریک شده. تاریک شده؟ یعنی چی تاریک شده؟ چاوش چی شده؟ چاوش چاوش گیدن گلمیار اچه پیشتم باشه یوسف، میشه یکم وایسی؟ ممو خیلی خسته شده، نمیتونه ادامه بده. نمیتونیم وایسی، مهمت باید بریم. پاشو داداش، زود باش بریم دیگه. نمیشه، داره نفس میکشه، فقط خسته شده. گوش کن داداش، منتظر ما هستن. نه، شما برین، من پشت سرتون میام. ممو فقط خوابش برده. از این تپه که رد بشیم بعدش هوا بهتر میشه. قول میدم برگردیم و بیایم دنبال ممو. حالا فقط بیا بریم داداش. واقعا برمیگردی؟ آره برمیگردیم. خیلی خوب، پس روی ممو رو بپوشونیم که تا برمیگردیم یخ نزنه. باشه؟ باشه داداش.
فکرشو بکن، همه اینا بچه بودن، همشون بچه بودن، یه عده بچه بیگناه، همشون. Sargamış altın bulam soğanlıyım biz ne bile. Gökçe gezer avcazı bulur kara. Gökçe gezer avcazı kara. مادر بزرگ، مادر بزرگ، من اومدم. بیا تو، بیا. مادر بزرگ خوبی؟ حالت خوبه؟ ببین، ببین چی آوردم. صندوق تو آوردم. آه، این خانم الیناست. سرفه نکن مادر بزرگ، صبر کن برات آب بیارم. این خانمو تو استانبول دیدمش. مادر بزرگ، صندوقتو فروختم و بعد پولشو گرفتم. بعدش رفتیم بدون پول صندوقو پس آوردیم. میدونی این دختر کیه؟ نوه یه آقاییه که تو ساریکامیش عکاس ارتش بوده. خدا اینو تو استانبول جلو راهم گذاشت. تصادفی نیست. یواش بخور مادر بزرگ، یواش بخور. ببین، هیجان زده نشی، آروم باش. یه چیزی برات آوردیم، فقط آروم باش. باشه؟ اون عکسو بهم بده. مادر بزرگ قول دادی آروم باشی. ببین، این عکسو ببین. میبینی؟ اون یکی هم بده. ببین مادر بزرگ، میبینیش؟ ها؟ این همون اسب تو نیست؟ ببینم، اینو یادت میاد؟ یه لحظه وایسا. این اسب توه. ببین، این یکی هم اسب مهمته مادر بزرگ. یادت میاد؟ مهمت، مهمت، مهمت من عزیزم، مهمت.